ما از قدیم الایام جز کشورهای نامدار در طب و داروسازی بوده و در حال حاضر هم پیشرفت‌های چشمگیری در این زمینه داره. بعد از انقلاب توسعه بسیار خوبی ما داشتیم، به خصوص در بحث داروهای بیوتکنولوژی. ما چندین شرکت با استاندارد و جی ام پی خیلی بالا رو در کشور شاهد بهره برداری بودیم. استفاده از تکنولوژی های بایو در ساخت انواع داروها کشور ما رو در رده معدود کشورهای تولید کننده دارو برای بیماران هموفیلی ام اس و انواع سرطان ها قرار داده. در حوزه بیوتکنولوژی در حال حاضر در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا رتبه یک داره. دستیابی به تکنولوژی تولید داروی فاکتور 7 به عنوان دومی تولید کننده در جهان، تولید انواع داروهای اینترفرون برای بیماری های ام اس و تولید داروی ضد سرطان از جمله این دستاوردهاست. استان البرز قوی ترین استان در کل کشور در حوزه بیوتکنولوژی هست با توجه به استقرار صنایع بزرگ خصوصی و دولتی. با تولید داروی ضد سرطان زیتاکس در رده 5 کشور تولید کننده این دارو قرار گرفتیم. کاملا از ابتدا تا انتها در داخل کشور ساخته میشه. قیمت حدود 1/3 قیمت مشابه خارجیش وارد بازار کردیم. تولید داروی پگاژن برای درمان بیماران سرطانی از دیگر افتخارات داروسازان کشورمون. از گرون قیمت هست که در حقیقت این بار اصلا توی کشور ما وارد نشده، به در اینکه قیمتش خیلی بالاست. از کمترین قیمتش حدود 3000 دلار شروع میشه این دارو. از جمله افتخارات دیگر کشورمون در زمینه داروسازی انتقال تکنولوژی تولید دارو به کشورهای دیگه است. با ترکیه و مالزی که قراردادش رو نهایی کردیم و وارد فرایند کاری شدیم. در حال حاضر بیش از 30 داروی بیوتکنولوژی در کشور ما تولید میشه که این داروها بیشترین محموله صادراتی کشورمون رو در بر میگیره. اسماعیل زادگان، خبرنگار صدا و سیما، کرج.